میدونی تو پاک هنوز زنده و تو کوبا زندگی میکنه میدونی جیزی عضو ایلومیناتیه اینا یه سری از توهم توتعه هاییه که هر روز لابلای مخاطبای هیپ هاپ بهشون برمیخوریم و تو این سری از ویدیوهای کانال من جاونین ویل میریم سراغ تئوری توتعه هایی که حول صحنه هیپ وجود داره و تو هر اپیزود ده تا از این تئوری توتعه ها رو بررسی میکنیم و میبینیم که چقدر واقعیت دارند یا چقدر توهمن و هرچی جلوتر میریم این تئوری عجیب قریبتر و ناشناخته تر میشن دوباره سلام من نیمام جهانی ویل و این کانال یوتیوبمه و امروز میریم سراغ ده تئوری توتعه صحنه هیپ هاپ آمریکا بخش یک راستی تو انتهای ویدیو صحبتی درباره این سری ویدئوها و کانالم به طور کلی خواهیم داشت یک توپاک هنوز زنده است توپاک یکی از محبوب ترین رپر های تاریخ هیپ هاپه و زمانی که تو اوج شهرتش به قتل رسید مواجهه با این خبر برای خیلی از طرفدارهاش کار سختی بود و کم کم شایعاتی مبتنی بر اینکه توپاک خبر دروغ مرگش رو منتشر کرده تا بتونه یه زندگی جدید تو کوبا یا مکزیک رو شروع بکنه پا گرفت و این موضوع که توپاک تو دوره قبل از به قصر رسیدنش علاقه زیادی به ماکیاولی پیدا کرده بود هم مزید بر علت شد تا یه چنین شایعاتی حتی به صحنه هیپاپ ایران هم نفوذ بکنه شوگنایت مدیر لیبل دسترو رکوردز که لیبلی بود که توپاک تحتش فعالیت میکرد یکی از مهمترین افرادیه که به این تئوری تاکید داره و تو مصاحبه های متعددی که انجام داده به این موضوع که توپاک نمرده و توی کوبا در حال حاضر داره زندگی میکنه اشاره داشته اما شوگنایت تو سالهای اخیر مشکلات مالی زیادی رو هم تجربه کرده و به نظر میاد تاکیدش روی این شایعه ها بیشتر برای اینه که توجه ها رو دوباره به سمت خودش برگردونه و بتونه آخرین قطره های پولی که میتونه رو از برند توپاک واسه خودش بیرون بکشه جدا از همه این مسائل توپاک تو اواخر تو عمرش به شهرت خیلی خیلی زیادی دست پیدا کرده بود و به گفته خودش این شهرت براش خوشایند نبود و توعاتی که به همراه داشت این شهرت واسهش زندگی عادیش رو با مشکل مواجه کرده بود و به خیلی از دوستاش گفته بود اگه میتونست به گذشته برگرده برمیگشت و مثل یه آدم عادی به زندگیش ادامه میداد همه این موضوعات دست به دست هم داد تا این شایعه حتی سی سال بعد از مرگ پاک مطرح باشه و با اینکه امروز چندین مستند حول این قتل وجود داره و تقریبا تمام جزئیات مربوط به این قتل رو میدونیم ولی باز هم آدمایی هستن که اصرار دارن اون کسی که اون شب بهش تیراندازی شد و به قتل رسید فقط بدل توپاک بود و پاک واقعی زنده است و یه روزی بر میگرده و هیپ هاپ واقعی رو زنده میکنه دو 50 سنت واقعی یه زمانی یه فرضیه ای تو فضای هیپ هاپ را افتاده بود که 50 سنتی که امروز همه به عنوان یکی از اسطوره های صحنه هیپ هاپ نیویورک میشناسیمش 50 سنت واقعی نیست و 50 سنت واقعی یه شخص دیگه بوده خیلی ها این بحث رو نادیده میگرفتن و فکر میکردن اینم یه توهم توطئه دیگه است که طرفدارهای هیپ هاپ بهش دامن زدن و بزرگش کردند. تا اینکه تو اواسط دهه 2000 یه مستند درباره 50 سنت واقعی ساخته شد و اونجا بود که برای همه روشن شد که 50 سنتی که ما میشناسیم اسمش رو از اسم یه گنگستر نیویورکی که چندین سال از خودش بزرگتر بود برداشته. 50 سنت واقعی یه دزد به اسم کلوین مارتین بود که تو خیابون‌های برانکس فعالیت میکرد و به خاطر اینکه قد و قامت کوتاهی داشت و به این معروف بود که حتی واسه 50 سنت هم حاضر خفتگیری کنه بهش این لقب داده شده بود. پس میبینیم که این توهم توتعه یا این تئوری توتعه بهتره بگیم درست بوده و 50 سنت اسمش رو از روی یه نفر دیگه برداشته. سه تیراندازی ریکراس ساختگی بود. هولوهوش سال 2005-2006 بود که خبر تحت حمله قرار گرفتن ریکراس و تیراندازی به سمتش توی رسانه ها منتشر شد ولی بعد از چند روز که جزئیات این خبر منتشر شد یه سری از مخاطب های این آرتیست به این قضیه مشکوک شدند تو این تیراندازی که طبق گفته خود ریکراس به صورت درایو بای صورت گرفته بود نه تیری به ماشین ریکراس اصابت کرده بود نه خود ریکراس صدمه دیده بود و فقط ساختمون های اون دورور چند تا تیر خورده بودند بعد از انتشار این جزئیات بود که خیلی از صداهای حول صحنه هیپ هاپ از جمله دو تا از همتیمی های قدیمی این آرتیست شروع کردن به مطرح کردن این فرضیه که ریکراست برای تقویت تصویری که از خودش تو رسانه ها به نمایش گذاشته به عنوان یه رپر خیابونی این تیراندازی رو شبیه سازی کرده و خبرش رو بازتاب داده ولی در واقعیت اصلا تیراندازی در کار نبوده به نظر میاد این تیراندازی ساختگی بوده ولی این مدرک موثقی واسه ساختگی بودنش وجود نداره و فعلا معلوم نیست که این توهم توته است یا یه توتعه واقعیه چهار دریک یه اینداستری پلانت یا یه آرتیست نفوذیه قبل از اینکه بریم سراغ این فرضیه که دریک یه اینداستری پلانته باید این موضوع رو روشن بکنیم که اینداستری پلانت یا آرتیست نفوذی چه معنایی داره و به چه کسایی اطلاق میشه اینداستری پلنت اصولا به آرتیستایی گفته میشه که وارد صنعت موسیقی میشن و یه سری آدم تأثیر گذار تو صنعت موسیقی تصمیم میگیرند با بکار گرفتن بازوهای پروموشنالشون اونها رو به یه سوپر استار تبدیل بکنن یعنی این ها معمولا جامعه مخاطبشون رو تو طول سالها و به طور ارگانیک به دست نمیارن و شهرتشون صرفا به خاطر هول دادن لیبل ها و افراد فعال تو صنعت موسیقی صورت میگیره این فرضیه با توجه به اینکه دریک در حال حاضر یکی از مشهورترین سلبریتی ها تو کل دنیاست اونقدر دور از ذهن به نظر نمیاد به هر حال هرچی باشه الان دریک اگه سینگل ترک هم بده کل صنعت موسیقی جلوش تعظیم میکنه و هر کاری که بخواد رو براش انجام میده و با توجه به مقیاس شهرتش در حال حاضر حتی تصور یه زمانی که دریک مشهور نبوده و داشته جامعه مخاطب کوچیک خودش رو به وجود می آورده واسه مخاطب های صحنه هیپ هاپ غیر ممکنه ولی اون دوران واقعا وجود داشته و قبل از اینکه لیل وینی وجود داشته باشه که استعداد دریک رو بشناسه و باهاش قرار داد ببنده دریک یه آرتیست نسبتا ناشناخته بود که خیلی ها میگفتن ادای لیلوین رو در میاره و ازش اسکی میره و این تلاش زیاد و خستگی ناپذیر بودن این آرتیست بود که باعث شد بتونه به این جایی که امروز هست برسه پس به نظر من این تئوری یه مقدار به توهم نزدیکتره ولی باز هم مدرک اونقدر مستندی واسه این که اثبات کنیم واقعی یا نه نداریم پنج شیطان پرستی 6 مافیا این فرضیه درباره این موضوع صحبت میکنه که اعضای گروه سری سیکس مافیا شیطان پرستن و موسیقی این گروه برای ترویج شیطان پرستی مورد استفاده قرار میگیره از اونجایی که اسم این گروه یعنی سری سیکس مافیا یا 666 مافیا اشاره مستقیم به یکی از نمادهایی داره که ما با شیطان پرستی میشناسیمش این فرضیه اونقدرها هم دور از ذهن به نظر نمیاد و موسیقی این گروه هم که تاثیر زیادی تو به وجود اومدن سبکهایی مثل هاررکور داشته پر از تمهای خشونتبار و ترسناکه که باعث میشه یه چنین فرضیهای های بیشتری پیدا بکنه ولی در انتها با مصاحبه هایی که از اعضای این گروه مثل دیجی پال تو طول سالها صورت گرفته میشه فهمید که سری سیکس مافیا صرفا یه برنده که با توجه به علاقه اعضای گروه به قاتل‌های سریالی و فیلم‌های ترسناک به وجود اومده و فارغ از همه شایعاتی که حول این گروه وجود داره هیچ کدوم از اعضای این گروه شیطان پرست نیستن و همونطور که یه کارگردان یه فیلم ترسناک میتونه یه فیلم کاملا خشن و عجیب غریب درست بکنه و چنین شایعاتی در شکل نمیگیره این افراد هم هنرمندایی هستند که این مسیر به خصوص رو برای ارائه اثر هنریشون انتخاب کردن و ما نباید یه چنین شایعاتی رو دور به وجود بیاریم پس این فقط یه توهم توته است شش بدلهای ام یکی از فرضیه های مورد علاقه منه اگه دارین این ویدیو رو میبینین باید یه ایده درباره این که ام اف کیه داشته باشید ام اف یه رپر مشهوره که تو کل دوره فعالیتش یه ماسک که امضاش بود رو روی صورتش میذاشت و چهره واقعیش رو از همه میپوشوند این فرضیه به این موضوع اشاره میکنه که دوم تورهای زیادی رو برگزار میکرد و بعد از چند سال کم کم مخاطبهای این آرتیست متوجه شدن که ام اف دوم که چهره واقعیش رو کسی نمیشناخت داره یه سری بدل رو به جای خودش به این اجراهای زنده میفرسته دوم یه شب قد بلند بود و فردای اون شب توی کنسرت دیگه قدش کوتاه بود یه شب چاق بود و یه شب لاغر بود و این تغییرات تو طول زمان باعث به وجود اومدن این داستان شد و کم کم باعث شد پروموترهایی که مسئول برگزاری این کنسرت ها بودن با دوم دیگه کار نکنن تو طول زمان صحت این تئوری توتعه ثابت شده و میدونیم که دوم به دلایل متعددی از جمله پول نداشتن و مشکلاتی که واسه سلامتیش به وجود اومده بود از این تکنیک واسه دور زدن پروموترها و مخاطباش استفاده میکرد و با اینکه کلاهبرداری صرفه ولی به نظر من به اون اسطوره که دوم دور خودش درست کرده بود میافزایه و اضافه میکنه و این تئوری توتعه واقعیت داره بریم سراغ بعدی هفت دی جی ولد نفوزی اف بی دی جی ولد صاحب ولد تیوی یکی از قدیمی ترین و معتبرترین بلاگ های هیپ که تو طول زمان مصاحبه های زیادی رو با افراد فعال توی صحنه هیپ هاپ انجام داده و دی جی ولد که معمولا توی این برنامه ها به عنوان مصاحبه کننده فعالیت میکنه علاقه زیادی به فعالیت خیابونی رپرها و گنگ هایی که توش عضو هستن و رابطه اون گنگ ها با موسیقی که تولید میکنند داره این علاقه باعث شده تا خیلی از رپرهایی که باهاشون مصاحبه میشه بیشتر از حد لازم مسائل خیابونی رو باز بکنن و در نتیجه براشون پرونده هایی به وجود بیاد و به خاطر این مصاحبهها ها به زندان بیفتن تو طول زمان افرادی مثل تکسستون و ای شایعه شده بود که به خاطر این مصاحبه ها به زندان افتادن و به همین دلیل خیلی از طرفدارهای هیپ هاپ ولد رو به پلیس بودن یا همکاری مستقیم با پلیس متهم کردند و ادعا میکنن دی جی ولد با اشراف به این موضوع که این ها دارن خودشون رو لو میدن این سوالات رو میپرسه ولی تو طول سالها دفاع ولد در مقابل این ادعاها خیلی منطقی بوده ولد میگه من هیچ وقت سوالی که یه نفر نخواد جوابش رو بده رو نمیپرسم هر آدمی تو مصاحبه مسئول حرفایی که میزنه و در نهایت حتی خود ARAB هم از زندان تماس گرفت و گفت مصاحبه‌ای که با ولد داشته ربطی به زندان افتادنش نداره تو اینکه این مصاحبه ها به شکلی گیری یه سری پرونده کمک کرده شکی نیست ولی تو طول سالها میشه فهمید که ولد رابطه مستقیمی با پلیس نداره و این آرتیستان که باید حد و مرز اطلاعاتی که میخوان با عموم مردم به اشتراک بذارن رو قبل از جلوی دوربین قرار گرفتن مشخص بکنن پس به نظر من با اینکه توی این تئوری یه مقدار واقعیت وجود داره در نهایت توهمیه که مخاطبای هیپ بهش دامن زدن و اونقدر واقعیتی پشتش نیست هشت جیزی تو زمان سفر کرده این فرضیه اونقدر داستان پیچیدهی پوشش نیست که بخوام بازش کنم و همه چیز برمیگرده به یه عکس از اوایل قرن 1900 که توش یه فرد که شباهت خیلی زیادی به جیزی داره دیده میشه و از این عکس به بعد بود که یه مجموعه از طرفدارها به شوخی شروع کردن به مطرح کردن این فرضیه که جیزی تو زمان سفر کرده و کم کم این فرضیه دست به دست چرخید و شد این توهم توتعهی ای که فلحال میبینیم بدیهیه که این توهم توتعه ای هیچ واقعیتی پشتش نیست و باید میتونم نیاز باشه حرف دیگه ای بزنم نو پلیس هیپاپ هیپ پلیس بین مخاطب ها و آرتیست های صحنه هیپ هاپ به این مجموع از پلیس ها گفته میشه که به طور خاص رو آرتیست های هول صحنه هیپ هاپ تمرکز میکنن و تلاش میکنن با جمع وری مدارک و سرنخ از شعرها و موزیک ویدیوهای رپرها، ها پرونده های رو واسه به وجود بیارن تا خود رپر و تیمشون رو دستگیر کنن هیپ پلیس تحت القاب مختلفی از جمله رپ یونیت تو مراکز پلیس شهرهای مختلف آمریکا از حدود دهه 90 فعالیت میکرد این یونیت تو طی سالها پرونده های متعددی رو بر علیه رپرها به جریان انداخت و یه مجموعه از این پرونده سازی ها همراه با لو رفتن یه مجموعه از اساتید دولتی آمریکا لو رفت با مطالعه اونها فهمیدیم که از اوایل دهه 90 های مثل اعضای گروه ووتنگ، ای، توپاک و دسرو رکوردز تحت نظارت هیپاپ پلیس بودند و تمرکز زیادی روی آرتیستای صحنه هیپاپ وجود داشته. هرچی تو زمان جلوتر میایم مقیاس عملکرد این دپارتمان ها و شدت دخالتشون تو پرونده های رپر ها بیشتر و بیشتر شده تا جایی که الان میبینیم این هیپ پلیس دیگه فقط مختص شهرهای بزرگ مثل لس آنجلس و نیویورک نیست و شهرهای کوچکتری مثل بتن و ممفیس هم در حال حاضر توشون چنین دپارتمان های فعالیت میکنه و روی صحنه هیپ اون شهر به طور خاص تمرکز میکنن و از متن شعرها و ویدیوها تلاش میکنن سرنخایی رو دریافت کنن و به وجود بیارن که پرونده هایی رو واسه افراد اون صحنه ها درست بکنن جدیدترین نمونه از هیپاپ پلیس همین پرونده ان بی یانگ بویه که چند ماه پیش به جریان افتاد و توش یه تسک فورس به نام نور فری اگن به وجود اومد تا کل تیم ان ای رو دستگیر بکنه و برای یه مدت طولانی به زندان بفرسته این قضیه هیپاپ پلیس اونقدرها هم توطئه نیست و الان اونقدر مدرک و شاید برای این موضوع وجود داره که باید باهاش مثل یه فکت برخورد بکنیم تو طول سالها همیشه یه شکی نسبت به وجود این دپارتمان ها توی فضای کلیه هیپ وجود داشت ولی الان با اسنادی که توسط ویکیلیکس لو رفته دیگه از وجود چنین دپارتمان های مطمئن نیم ده پرونده آی ووتنگ وو یکی از موفق ترین گروه های دهه 90 توی هیپ بود این گروه که تو استت نایلند نیویورک به وجود اومده بود طرفدارهای زیادی داشت و سر و صدای زیادی هم به پا کرده بود اما این چیزی که این توته راجع بهش صحبت میکنه یه سند صد که به همراه یه مجموعه از مدارک محرمانه دیگه اف بی رفته بود و توش به تفصیل درباره تک تک اعضای ووتن اینکه چه ربطی به چه جرمهایی داشتن و چه فرضیه‌هایی دربارشون وجود داره صحبت شده بود به طور خاص درباره رضا آهنگساز و سردسته ای بوتن گفته شده بود که مسئول چند قتل و دستور کشته شدن چندین نفر رو صادر کرده درباره اودیبی و فروش مواد مخدری که انجام میداد صحبت شده و خلاصه تو این صد صفحه هر چیزی که فکر کنید درباره جرم و جنایت های اعضای این گروه و افراد نزدیک بهشون شرح داده شده این سند که حدود 5 6 سال پیش لو رفت یه مدرک دیگه بر وجود هیپاپ پلیس و مقیاس فعالیتشونه این توهم توتعه موقعی به وجود اومد که اعضای بوتنکلن مثل اودیبی، رضا، متودمن و جزا گفتن که تو طول سالها آدم های زیادی بهشون میکردن و به این مشکوک بودن که اف آی داره تک تک حرکتاشون رو رسد میکنه خیلی ها این حرفایی که این آدم ها میزدن رو به پارانویاشون چی میگن؟ وصل میکردن ولی در نهایت فهمیدیم که این افراد درست میگفتن و واقعاً کل مدت تو اوج بودنشون تحت نظارت بودن و صد صفحه سند داریم الان که در مورد این افراد صحبت شده و فهمیدیم که این تئوری توته واقعیت داشته و FBI واقعا حدود ده تا 15 سال روز به روز داشت همه اعضای این گروه رو رسد میکرد و بهشون نظارت داشت خب بچه ها این بود ده تئوری توته صحنه هیپ هاپ آمریکا بخش یک این سری حدود ده تا بخش خواهد داشت که تو هر بخش با جلو رفتن تئوری توته هایی که بهشون میپردازیم پیچیده تر و یه مقدار دور از ذهن میشن و عجیب غریب تر میشن و به نظر من جذاب تر میشن و دوست دارم نظرتون رو راجع به این برنامه ها و کلا سری تاپتنی که یه سریش از کانال من و یه سریش از کانال فرشاد پخش میشه رو توی کامنت ها به هم بگید لینک اینستاگرام و توییتر من توی دیسکریپشن قرار گرفته از اون طریق میتونید با خود من در ارتباط باشید لینک پادکست منو فرشاد به اسم اسم نداره که کانال دوممون هم هست توی دیسکریپشن قرار گرفته به نظر من بهترین محتوایی که ما تولید میکنیم لینک پادکست اصری مبارزه که منو بامداد تولید میکنیم توی دیسکریپشن قرار گرفته توش در مورد هنرهای رزمی ترکیبی و ام صحبت میکنیم و به طور کلی این بود اولین ویدیو از سری ویدیوهای تاپ 10 تئوری توتئه هیپ هاپ آمریکا با ما باشید شت کامنت بذارید خالو ساب کنید ویدیو رو لایک کنید بنگ بنگ